رمضان. رمضان ماهی است که باید تفکر کنیم. تفکر کنیم و آنچه انجام دادیم، آنچه انجام میدهیم و آنچه انجام خواهیم داد. پس بیاین به فکر زی باشیم که یک هموطن نیازمند از پیش ما خوشحال شود. هموطنان ناظرینم سلام. امیدوار هستم جور صحتمند باشین و روزه و نمازتان قبول حق بگرده و رحمت الهی هم آهسته آهسته شروع به باریدن کرد. هموطنان ناظرینم، در این برنامه، در برنامه سفره افطاری، یک بار دیگر قرار است بریم به خانه یک هموطن نیازمند ما و امرای از اونا کمک کنیم. کمکی که در این برنامه صورت میگیره از طرف یک خواهر ما از آمریکاست که نخواستن نامشان ذکر شوه. مبلغ 20,520 افغانی است که مبلغ 10,000 افغانی از اون نقدن برشان تقدیم خواهد کردیم و 10,520 افغانی از اون مواد خریداری میکنیم. مثل همیشه تا پایان برنامه با ما باشین و کامنت های شما سازنده برنامه ماست. از این که بیشتر از این تر نشیم، بیاین که بریم به طرف خریداری و بعد از این بریم به طرف خانواده نیازمند. ناظرینم، طوری که براتون ذکر کردم، میریم به خانه یک هموطن نیازمند ما. آمدیم به خانه مادر. مادری که یک سال میشه که شوهرش از دست بیکاری و بیروزگاری که در افغانستان بود قرض و وام کرد و خودش تسلیم یک قاچاقبر کرد و به ایران رسند. و بعد از او یک سال این مادر دیگه از شوهر خود خبری نداره. نه ندارم خبر. و یک سال میشه که شوهرش نیست و ناناور خانهش یگانه پسرش شده که بولانی فروشی میکنه. من سلام میکنم بر از این مادر، بر از این خواهرم، بر شکیب. نام شکیب بود صحیح؟ و این از دانگک هم جاید نام داره. در کنار از اینا در سفره افطارشان هستیم و میخواییم راجع به زندگی این مادر از زبان خودش بشنویم. مادر جان تشکر اول که ما را دعوت کردی به خانه و برای ما این سفره تو سفره پادشاهی است. ای که در سفره چی داری برای ما مهم نیست، برای ما مهمی است که محبت است در این سفره. در این سفره همت است. مادر خودش کار میکنه. ای که چی کار میکنه ای را باز از زبان خودش میشنه. مادر اول بگو که چی پخته کردی. پیابا اما قدر از کلش نه قدر دیگر بتونجا ها دورا با پس شاو نگاه کردی. همه قدرش آوردی که روزه را افطار کنی. خواهر ما خودت روزه داری؟ بله. درست. شکیب تو خود روزه نداری؟ نه. هنوز سر تو روام نشده. و در دسترخان از این مادر همین غذایی است که فعلا میبینین
و یکمکش نگاه کرده که وقتی که سحری شد بخیزه او را نوشجان کنه و فردا دوباره فرض دین ادا کنه و روزه بگیره. مادر جان یکمی راجع به مشکلات زندگی برام بگو. یک سال میشه که شوهر تیلایت کده و رفته. چرا رفته؟ خواهی که رفت دیگه ایجا کار غریبی پیدا کده، نتانست سزه کار نتانست کده، یک قرض وام کده از مردم خیسرای شگر بده رفت. نه مردش معلوم است، نه زندهش معلوم است، نه خوب خراب شوالش ندار. درست خیست اگرف این نانور خانه منیم بچگه کمت این رو متر زد از او قرض کو، از او قرض کو، از او قرض کو، دستر از ای خرج کو. حالا این یک چار پک نان میپزم، تندور دارم، بولانی را میکنم. خودت نان بولانی پختم؟ این همی میبرم یک 500 یک چیز ددان قرض دارم میام میگه بته. درست اگر پشت از این میگشتم خون کار شد بایی پایش هم مدرات کدن. درست اگر نمیگشتم میام مدست میرم بستم بیا خیر است، قرض قرض داریست داده میشه آخر. درست اینم طوری دیگه اینم مشکلات اینم خانه هم تو نان پر، گل پر، لای پر، بیدر، بیدر روزه هر اینم اینجا ششته. درست چی کنیم؟ خانه نداریم، ملک نداریم، جای نداریم، چیزی نداریم. درست اینجا احتیاج اردم شهید اینجا ششته من کالاشوی به مردم میرم میکنم نان میپزم اینم کارها را میکنم دیگه. درست کسی کمک وار ندارم. درست نه پدر دارم، نه بادر دارم، هیچ اگر می کسی می کنی اینجا افتاده خودم شکر دارم، چربی خودم بلند است، یک نقصه دوام خریده نتانسته نمی قدر، یعنی یک سال یکونیم سال شد شانه درد میکنم، نانکم تب تب میکنم میکنم از این یک شانه از این دست بیخی خلاص شده چکم. درست خدا که مرد خانه چکی بس چکی مجبور نباشم همه کنم این کارا را. درست مجبور هستم چطور کنم، همه چیز از مجبوری میشه، استان پیش که از درست کردن نمیتانی. درست هر کس هم میگم خودم قرختی نستم خودم گوش نمانده تو را چی بتم. درست چهار تانان تندور میپزم بلانی میکنم این دخترک میگره سرایش مولی میره کتیم بچه سودا میکنن اونگا که میگرن میه خیلی خواره که من بولانی میبره برای فروش دستر ایشان میبره میبره چیزا کنم دیگه خیلی شکیب دیگه ناناور خانه است. شکیب این ناناور خانه این بچه اگه کمیسته کار میکنه. شکیب در کجا موتر زد تو را؟ من دمی لب سرک، دمی سرک پیش روی خانه تا. بازی دریورش چی شد؟ رفت گریخ رفت گریخ ایلایت کرد در این سرک. دمری سرک به شتلک زده افتادن اونجا میگم سایا دویده بردن شده این شفاخانه. درست حالا ایران موندیم پیسان نداشتم یک چند پدیم در دیوال قرض کردم. درست دیگه جور شد کم وقت دیگه نمطوری سه ماده جایی بود. درست شکه بولانی که میبری روزانه حتما 20 تا 30 تا میبره بولانی یا کم میبره؟ نه هم یک 50 تا میکنم. 50 تا بولانی برش پخته میکنی؟ نمیتانم کده. درست وی 50 تا بولانی را که میبری باز ار 50 شده یک روز فروخته میتونی؟ باز میمانه. چی میکنی وقتی که میمانه؟ وقتی که میمانه با بعد خانه میارم. باز او را خود اگه مردم نمیخوره؟ نه باز او را چی میکنی؟ ما را میخوریم خودم خودتان میخوریم. یعنی به این معناست که اگر تو یک تجارت هم میکنی کسی نخره او را خودت بخوری باز هم نقص میکنی؟ نقص میکنه میارو کچالو سر 300 پس یک پاکتش. همی پیسی از همی ابتدایی که یک آرد کار است، یک کچالو کار است، یک روغن کار است، این پیسی ابتدایی از این از کجا کردی؟ خودم رو میکنم. از خودش پیدا میکنی؟ او قدر باز او یک بولانی یعنی مصرفش چقدر میه که باز در پا او را مفروشه؟ یک پاکتک روغن میخرم. خب روغن پاکتکی پاکتکی یک پاکتک روغن میخرم، یک 100 پر کچالو میخرم، یک 50 پر گندنا. درست اما خیلی که میفهمی که او باز در پره پوره میکنه در پره چقدر فایده میکنی مادر؟ بله که خب بفهمم چقدر فایدهش میشه ایش هم نمیفهم مقصد همه که میفهمی که امیره پخته کنم که یک در پره شو. صحیح نگه توری صاحب کتاب هم میفهمم که چرا قم میشه چیزان ای از آرد باشه و از بولانی از روغان باشه و از ای باشه نه درست هم کل شکاوتم دستم میتازونم پس این موادش هم میخرم اینجا رو برای گاز میپردم من هم گفت روز خود دیدی خوانه داداش بختم میکنم دیدم پیشترم دیدم و نشام هم خواد داریم مشکلات از بخش ما اینمی چیز هست دیگه خوانه نداریم روز نداریم چیزی نداریم. درست
انا امید است. خدا مهربان است. دین امید لای گلیم جزمستان ترازه تیر کردیم. چقدر بازم سال برزد. درست. یک کمک نامد، یک چیز نامد. درست. درست. چی کنیم؟ نمیمشکلات ماست. خوارا کمام که بولانی میبری من در اوجه من میفهم که ای از همت یک مادر است و ای از همت یک دختر خانوم است که خودش در اینمت یک شرایط که ما شهر کابل مثل یک شهر وحشت خطاب میکنم. ای آسان نیست که وقتی یک بانو میبرد شهر کابل مادرش در خانه دل واپسش میباشه و خود از او چقدر ترس داره که در داخل شهر. خدا دلم خبر است. میفهم ای را من درک میکنم و این مثل خارج نیست که هموطنهای ما خواهرای ما اما تو راحت بتانند بیرون برای تو در خارج هم اما تو رسمه چندین سفری که مثلا داشتیم دیدیم که در اونم خارج هم این وضعیت هست. اگر یک دختر بیرون میرم هست جامعه همین قسم هست متاسفانه. من میخوایم یک سوال کنم از این خواهرم که وقتی که میبرای بیرون میری چی فکرها در ذهنت میای وقتی که میبینی مردم رویش که چطور است؟ طبعا کسایی هست که بیادبی میکنند اما قابلت یک دو میزنه یک چیزی برات میگه. در دلت چی گپ میگرده امو لحظه؟ در دلم دوگه هیچ چی بگویم کتا مردم امو تا آرام سر مطا میگرم میرم یک چار تا بولانیست امو را مفشم بدر رای من میگرم مردم از آزار میتن اذیت میتن چی کنم؟ درست طبعا امی تحمل تو قابل قدر است که من حیث یک خواهر من حیث یک خانم ما فرهنگ ما متاسفانه باید بگویم که بسیار پایین است و مجبوریت کسی فکر نمی کنه که از مجبوریت یک خواهر جوان ما آمده و همی می خواهد بولانی فروشی کنه که روزی حلال پیدا کنه و وقتی که نفروشی چی گپ در دلت می گرده؟ وقتی که نفروشم بسیار جگر خون می شم که در خانه اگ لغمنان ما بچه که سختی پیدا می شم و بچه می ایم آخرم بولانی فروختن می شم می خانه دیگه بسیار جگر خون می شم. درست. و وقتی هم که مفروشی طبعاً خوشحال هستی؟ بله. تو کدام روزی شده که همه بولانی های تف سودا کده باشی؟ بله شده. درست. و تو روزی هم شده که هیچ سودا نکده باشی؟ نه نکده. تو روز نشده. لای گل باشه، بارش باشه، لای باشه، کس نمی باشه. کس نمی. کسی بخواه. حالا بیاز قرنطینه هست هیچ کس نیست. هیچ کس نمی خره. راست می. نه هر سال که قرنطینه نبود. راست می. صد تا بولانی میکردم به این بچه میبردین بیاد اک سودا میکنی نار نمیشه مردم نیست. از این بولانی که سودا میکنی امروز کلش سودا کردی؟ کلش سودا شده هیچ هم یک تشم نموندی که میمان می خانه تا یک تش بایی دادم خانه خب یک تا بولانی رام در این افطار میارن که از بولانی که مادر پخته میکنه از او مام بخوریم. او را یک تا گفه نگاه میکنم نصف میکنم نصف شایی میخوره روزی شواز میکنم. درست. نصف شام خودت میخوری. آه. بیا خیر باشه. امی که به کم قناعت میکنی خدای متعال برات زیاد و زیاد میده. خداوند متعال تمام مسافرهای ما را دوباره به مقصدشان برسانه و پروردگار متعال پدر از این فامیل و شوهر از این مادر ما را هم بیاره دوباره که سلامت بیاردش. خطر در اینجا است که وقتی آدم به ایران میره معلوم نیست که از اون طرف چه قسم میه به خاطر که وضعیت در اونجا برای هموطنان معلوم است که متاسفانه در اونجا رفیق بد و همنشین بد باعث از این میشه که آدم به طرف مواد مخدر روی بره و ما آرزو میکنم که این پدر ما مصروف کار باشه مصروف یک کار سالم باشه که حداقل صدای ما را بشنوه و بیاید دوباره به سر خانه و زندگیش که این مادر تنهاست و در اینمی شرایط نیاز داره به یک بازو استناگی منو میارم اینجا گفشانده مکن. درست درست استناگی. و هموطنهای ناظرین کم کم نزدیک میشیم به افطار و ما میخوایم که همو غذایی که ما تهیه کردیم مادر جان در دفتر همکاره کنیم. چون؟ دخترم مکتب میخوانه بود. درست مکتب میخوانن. کتاب قلم شخریدن میتانم. سنف هفته مکتب هستی نام خدا. تو سنف چند هستی شکیب؟ پنج. سنف پنج نام خدا نام خدا. اینو کتاب قلم بلا بتر بای خریدن نمیتانم بخشم. درست. چی ببانه که بایی ها بخرم در مکتب نمیتا دیگه آن خیلی مکتب هم گمشت خلا شد. راست میگن مکتب هم فعلا متاسفانه بسته است. خب مادر جان کم کم آزان نزدیک شده رئیس
ما در دفتر ما همکارای فروزان جان و محال جان همکارای ما هستند، خواهرکای نازنین مثل زمین خواهر ما. اونا با دست خود یک غذا تهیه کردن به نام چبلی کباب. ای که چبلی کبابای بازار ما دیده بودم کته کته است، اما این چبلی کباب کا خورد خورد است. امروز برتون آوردیم و سر از دسترخوان و بخیر باشی. و همی برنامه ما همی قسم است که ما در سر سفره شما مهمان ما شما هستین، ما مهمان شما نیستیم، شما مهمان ما هستین. ما براتون چبلی کباب پردیم، اجازه بتین که همو دسترخانه از این حالت بکشیم، حداقل در این افطار یک چیزی برای خوردن داشته باشیم. محمدی داده شد و افطار کنیم، بین که مادر جان شما افطار کنین. اینه خواهر جان شکیب آزان است و دعا میکنیم که الله متعال اجر نصیب کنه برای هموطنی که در این برنامه کمک کرده و تمام هموطنان ما اجر نصیب کنه. الله متعال روزه نماز همه ما و شما را به درگاه خود قبول حق بگردانه. الله آمین. ایخو بولانیز دیگه اجازت باشه که یک توتی شما بگیرم دیگه شما شما بگیرین که این بولانی که مادر پخته میکنه. امروز زیادم رفته چهار بانه کدیم مادر جان و همچنین ما از اینی چبلی کباب بگیرین که ایره فروزان جان و محال جان پخته کده وار شما ندیدین. دخترکای بسیار نازدانه هستن، یک آن دفعه از پشتان شور شیرین میشه. خیره خیلی از همی بگیرین باز بگوین که شور از شیرین از چی است که باز و پخته شوند آشپزی. نه سعیست، نه شیرینه سعیست برابر است. این همون مرزا قاسمی دیشه وارد نیست که مرزا قاسمی دیشه و از تیزی خورده نمیشد. امروز برای فروزان گفتیم دیشب یک غذا پخته کردن به نام مرزا قاسمی، نخانه یک نفر رفتیم از تیزی خورده نمیشد. امروز برشان گفتم که قدر تیزش کردی، میگه که خیر است تو که باز خوردی تیره تا بیردگه، اگه شور بود شیرین بود هرچی بود نگو. نه ای که مزدار است اینم هم میگم که بسیار مزدار است، او هم مزدار بود ولی تیز بود. نه خوبشه کامرمن شد. خب مادر جان بله ما بردان باش که یخ نکنه حالا این آدم نرم همی هر شو مکت باز کردن از این مشکل دارم. این هم شو طریقه شو یاد گرفتم نداره تو پشت شبم. این مادر جان ما بردان قابلی هم پخته کردیم، قابلی بردان کردیم که نوش جان کنین. این دقیقه باید تشکری کنیم از آشپزی که برای ما پخته میکنه که نه تنها برای ما بلکه برای 200-250 نفر پخته میکنه نان. و ما او را در یک بار مصرف در روی سرکا میکشیم در وقت آذان برای کسایی که خانهاشان دور است، برای کسایی که نان ندارن بخورن باز توزیع میکنیم. مادر جان او را نورگل جان توزیع میکنه. نورگل جان که است
همکارم است. او توضیح میکنم. دیگه خدا کنه که خوشمزده باشد. از این هم شما نوش جان کنیم. شکر. مرغ خوش داری یا گوشت؟ میخوام بخونم. مرغ میخوام، نه گوشت میخوام. نه گوشت میخوره و نه مرغ میخوره. نه روزه که رمضان آمده. که زبیدی پیشونید بان ایره کلش باید بخوری خیلی. اینمی اول دفعه است که ما قطع خدیدیم. درست. خدا را شکر که بازم هست. بازم همویی که خودت داری و میخوری و موش هم خدا را شکر. شکر میکنیم خدا را. شکر. میگم یک بار مصرف کنیم بچه گرد در اونجا که میتنشه. درست. اونم را میگره میره خوال. درست. الهی شکر. درست. خانه نازنین هم جریان غذا خوردن ادامه داره، ولی به خاطر اینکه تاریکی هوا میشه باز از خاطر ما برزی فامیل اجازه میتیم که راحت غذای خود نوش جان کنن. بریم موادی که برزی فامیل گرفتیم بیاریم و در روی اولیشان تسلیمشان کنیم. با ما باشیم. نازنینم برگشتیم دوباره به پیش مادر. بسیاری گپا را مادر جان برای ما گفت. نمیخوایم که دوباره اذیتش کنیم و آزرده خاطرش بسازیم. فقط میخوایم که یک کمی راجع به درس و تعلیم اولادا از پیشش پرسان کنیم. مادر جان؟ طبعا یا میرن مکتب؟ نه. درست؟ نه. خرچ مصرف مکتب از یار از کجا پیدا میکنی؟ از همین بولانی فروشی؟ از همین بولانی فروشی دیگه از کجا پیدا میکنی؟ درست. نه. درست. تو روزانه که مکتب میری خودت؟ بله. تو کدام دهی، پنج روپگی یا همون پنج افغانی امرای خود میبری که یک چیزی در آب بخوری؟ نه نمیبری. نه نمیبری. شکیب؟ تام نمیبری. درست. و یک چیز دیگه میخوام خواهرم پرسان کنم. در مکتب روی
سیمفی های تمرای چطور است؟ خوب است، کسی دیگه که داره، پیسه داره، سیاست دیگه نمی خرم، می خرم دیگه تو یک سید می بینه دیگه سخت است. می فهم متاجی بسیار سخت است، احتیاجی به پدری مسافری یا کلش خود دیگه این مشکل است بمو. بله متاسفانه ایگه پار است. شکیب در مکتب سیمفی های تازه رو نمیده که بولانی فروشی میکنی؟ نه یا خبر ندارن؟ نه یا خبر ندارن، هیچ خبر ندارن. نه دین زمستانه که خزادشه مدیر مکتب نره. درست اول پیش از متازدگیش بود پالشی میکد. خواه بود رنگی میکد تو نمره میاوردین میخوانه که اوه نان قطخه میکد. درست بعد از اینکه متازد دیگه بولانی فروشی تا شروع کرد؟ نه دو ماه سه ماه در جای افتاد. خواه این سه ماک در جای افتاد باز بعد از او خیست که دیدم که یک زرگک پای شیسی سرا گشته تانست و کدم دیگه من بولانی فروشی خواهد. درست کارشوی دخان های مردم. درست خوارکم تو که میخوای مکتب خلاص کنی میخوای چی شوی در آینده؟ میخوایم در آینده یک دکتر موفق باشی. یک دکتر شوی و به خاطر دکتر شدن باید بسیار زحمت بکشی. شکیب تو میخوای چی شوی در آینده؟ من میخوایم پولیو چم. پیلوت شایی؟ بشک شوق تیار دوانی رو داری یا؟ آفرین و باید بسیار زحمت بکشی و ما میخوایم از هموطنهای نازنینم که در بخاطر تحقق پیدا کردن آرزوهای از این کودک ها همکاری کنن، حداقل در درس و تعلیم از یا آدم بدانه سهم بگیره تا یا بدانه به آرزوی خودشان برسن. خانه ما را دوز برد، خب ایجا ما را دوزی کرد، کراچی ما را برد. کم سایه را میتردم از دور از دور از احتیاجی کده کمی بلا نگه کمی بچه میبرم. درست به خدا مهربان است مادر جان. یک خواهرم از امریکا که نخواست نامش گرفته شد 20,520 افغانی را کمک کرده بود برای شما و برای اینمی برنامه سفره افطاری. این خواهرم ما نامش هم میفهم، ماما گفته بود که نام ما را ذکر نکنین. از امریکا 20,520 افغانی را ما برای شما 10,520 افغانیش هم مواد خریدیم که در اینمی رمضان شما از او استفاده کنین و 10,000 افغانیش هم پیسه نقد براتان میتیم. این 10,520 رو پر ما براتان یک بوجی آرد خریدیم، یک بوجی برنج خریدیم، دو بوتل روغن براتان خریدیم، یک سیر بوره، یک سیر لوبیا، یک سیر نخود، یک کارتن قیماق مربا براتان گرفتیم، نیم بسته قیماق گرفتیم براتان، یک تا مایه ظرفشویی، سه قوطی رب، شش قوطی خرما، براتان یک درجن صابون گرفتیم که اون قسم که براتان طریقه شستن دست یاد دادم. همیشه اولادا دستای خود بشوند، نام خدا اولادا هوشیار هستند میفهمند به خاطر زمین ویروس. 2 کیلو پودر کالاشویی براتان گرفتیم، یک بسته پنیر براتان گرفتیم، پنیرکای خرد بازم میگم که پنیر است، پنیرک نیست که ما نوشته میکنن. 1 کیلو چای سبز گرفتیم، یک بسته نمک براتان گرفتیم، 10 پاکت مکرونی، 1 کیلو چاکلیت، 1 تام خمیر مایه، 1 سیرام برنج شوله‌ای و 1.5 کیلو هم ماش کتش گرفتیم که یکان وقت شوله هم بخورین. خیر ببینید. شما بخیر باشین. مبلغ 10,520 افغانی موادتان شده و مبلغ 10,000 افغانی را هم از طرف از خواهرم براتان نقد به دست دادن میتیم. 1,000، 2,000، 3,000، 4,000، 5,000، 6,000، 7,000، 8,000، 9,000، 10,000. این مادر جان پول است که خواهر ما برای شما کمک کرد. خیر ببینم. خدا جان جور بده. الهی آمین. خدا در هر جای کس زنده. الهی آمین. جور صحتمند باشه. الهی آمین. خیر ببینم. بخیر باشی. میرم دارم دوام میگیرم. شکر دارم من. چربی خونم بلند شده است. دستم درد میکنه. راستکم از که تمی بولانی روار میکنم. درست. باز دستم درد میگیره، گردن درد میگیره. درست. یک سال یک و نیم سال شد که این درد سر دوچار میشده و تا یک تا گلی میخریدن اتمیست. درست. غیر این از این همین پیسه مادر جان در تداویت استفاده کو، قیه کشه میمانه، قیه کشه گاز پر کو، قیه کشه نمی با بولانی یک ذره کچالو بگی آن آرد تا ما برات آوردیم. خدا مهربان است که الله پاک دگام فامیدی به وطنایم کتت کمک کنن و دعا میکنیم که پروردگار متعال اجر نصیب کنه بر از این خواهر ما که امروز در این برنامه همراه از این مادر کمک کرد و الله متعال روزه و نماز همه ما را به شمول از این هموطنان نازنینی که کمک میکنن قبول درگاه حق بگردانه. مادر جان بیان که بیرون بریم مواده که برتان آوردیم او را هم تسلیمتان کنیم.
خاطر گل ما و مادر جان اینی هم موادتان است که براتان اونجا ذکر کردم و این هم بلکش است، یعنی بلکش هم تسلیمتان باشه و در این پایان برنامه استیم یک دعا کنیم در حق کسی که کمک کرده. خداوند متعال این خواهر ما را خداوند متعال اجر نصیب کنه، الله متعال تمام مریضا را شفای عاجل نصیب کنه و الله متعال به برکت امی ماه مبارک این مریض کرونایی که در دنیا آمده از دنیا را شکنش بسازه. الله متعال روزه و نماز ما را به درگاه خود قبول حق بگردانه و پروردگار متعال برای هموطنانم قوت نصیب کنه که همین قسم دست نیازمندان را بگیرن و ما را هم خداوند متعال قوت نصیب کنه که همین قسم بتانیم صادقانه خدمت رسانی کنیم. الهی آمین. هموطنان نازنین ما، این بود برنامه سفره افطاری امشب که آمدیم روی دسترخوان از این مادر و حداقل به کمک این خواهر ما تانستیم امشبش رنگین بسازیم و متبقی شب‌های رمضان شام بتانه از این مواد استفاده کنه و بتانه که به خوبی ازش استفاده کنه. هموطنان نازنینم تشکر از این که کمک میکنین برای هموطنان نیازمند ما. انشالله و رحمان شماره ارتباطی ما در پایین صفحه می باشه که بتانیم بیشتر و بیشتر با همین قسم فامیل ها کمک کنیم. تا ویدیوهای بعدی شما را به الله پاک می سپارم. خدا نگهدار. طاعت و عبادتان قبول حق بگرده.